بودن در حدود 6000 هکتار. در این جشنواره 26 غرفه از 30 انجمن و 20 شرکت محصولاتشان را به نمایش گذاشتند. جشنواره‌ای که امروز در هرات برگزار شد. یکی از اهداف راه اندازی این جشنواره معرفی زعفران هرات به بازارهای کشور و جهان عنوان شده است. مسئولان برگزاری این جشنواره میگویند که این برنامه به خاطر ارتباط برقرار کردن بین انجمنها، زعفرانکاران و شرکتها و ارج‌گذاری به زحمات کشاورزان ولایت هرات برگزار شده است. دولت در طول یک سال چی برنامه و چی پروگرام های داشتین، چندین شرکت ما تجهیز کردین در قسمت لابراتوار، چندین مراکز پروسس ما تجهیز کردین در قسمت مثلا پروسس و بازاریابی و زعفران، و چندین برنامه و ورکشاپ های آموزشی برای از اینا برگزار کردین، و چند لابراتوار مجهز ما در سطح ولایت هرات بخاطر تست لابراتوار زعفران دارین. روی هم رفته این کارها و برنامه هایی که زراعت افغانستان در طول یک سال انجام داده. در این برنامه معاون امور اجتماعی و فرهنگی والی هرات به نمایندگی از اداره محلی این ولایت حضور داشت. مونس حسنزاده معاون امور اجتماعی و فرهنگی والی هرات ضمن تحسین از برگزاری این جشنواره میگوید که زعفران هرات 90% زعفران کل کشور را تشکیل میدهد. او این موضوع را یک دستاورد بزرگ برای کشاورزان این ولایت میداند. 30 کشور کشت کننده زعفران مقام سوم داره، یعنی بعد از ایران، هند، بعد آمد افغانستان رتبه سوم گرفت، اما از نظر مرغوبیت از بین 300 نو رتبه اول آورد. دولت افغانستان به خاطر این موزل و این مشکل گرفت، واردات زعفران رو بند کرد و این وام خیلی موثری شد که زعفران بی کیفیت کشورهای همسایه وارد کشور نشه و از اینجی به نام کشور افغانستان وارد دیگه کشور دیگر. شماری از مسئولان شرکت‌های تجارت زعفران می‌گویند که برگزاری این جشنواره زمینه بازاریابی زعفران هرات را فراهم می‌سازد. آنان امیدوار هستند که از طریق این جشنواره به اهدافی که دارند دست یابند. جشنواره‌ای که امروز برگزار شده، ما چشم به راه ای هستیم که یک سودی داشته باشه برای کسایی که در بخش تجارت زعفران کار میکنن و همچنین دهقانایی که در بخش زعفران کار میکنن، یک هلهله بندازونه به راه و یک دغدغه به راه بندازونه که بتونند کسایی که از بیرون زعفران خریدار زعفران هستند به هرات مراجعه بکنند و زعفران ما به قیمت خیلی بالایی بتونند بخرند. فایده زیادی داره، چون اگه ما همیت نمایشگاه دیش باشیم، همیت چشمان دیش باشیم، دید و باز دیدای میشه، فقط علاقه مندی خانم ها زیادتر میشه که فقط ما تشکر میکنم ریاست زراعت که دو سال سه سال میشه همکاری خودی ما دارم به عرصه زی قول می نمایشگاهی که ما جشن گل زعفران برگزار میکنیم، خودی ما همکاری زیادی کردم. اگه این همکاری ها زیادتر بشه، نمایشگاه های زیادتری به داخل از کشور، خارج از کشور ما داشته باشیم، خانم ها برم دید و بازدید کنم، زیادتر خانم ها علاقه مندی پیدا میکنم. طبق گزارش ها قیمت زعفران نسبت به سالهای قبل کاهش یافته است. معاون اتحادیه زعفرانکاران در کشور میگوید که قیمت یک کیلو زعفران در حال حاضر 45 تا 60000 افغانی است، در حالی که حدود یک سال پیش یک کیلو زعفران 100000 افغانی و یا بیشتر از آن به فروش رسیده بود. چهارمین جشنواره زعفران گل زعفران افغانستان که سال چهارم ازی است که برگزار میشه، میتونه بسیار خوب و مفید واقع بشه به حساب بازاریابی، به خاطر از اینکه تعداد زیادی از مردم همین جامعه میآیند، در این اجتماع جمع میشن و چیزهای جدید رو میبینن، در این حال ارتباطات بین دهقین و شرکت ها برقرار میشه و به همین ترتیب بعضی از مشتری های خارجی هم کم و بیش میآیند. از طرف دیگه همین به حساب تبلیغات رسانه‌ای ازی بسیار میتونه که برای بازاریابی زعفران مفید باشه. حاصلات زعفران هرات بیشتر در ولسوالی های پشتون زرقون، قریان، انجیل و گذره ولایت هرات به دست می آید. کشت طلای سرخ در هرات زمینه کار را برای 1000 خانواده نیز فراهم کرده است. اما آنچه نگرانی همه زعفران کاران را به دنبال دارد، کاهش قیمت این گیاه با ارزش در بازارهای کشور است.